درود بر همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تجاوز به چه معنیه؟ تو این دنیا هر چیزی دارای حریمه. حریمهای روانی داریم، حریم فردی وجود داره، حریم فرهنگی، حریم اجتماعی و حریم ارزش‌های متفاوتی وجود داره. اگر فردی این حریمها رو بشکنه، این خط قرمزا رو عبور کنه، تجاوز صورت گرفته. امروزه هم که رسانه خیلی رشد کرده و از نظر تأثیرگذاری حرف اول رو میزنه در دنیا و معمولا همه باش سر کار دارن، مفهومی هم به وجود اومده به نام حریم رسانه‌ای. حریم رسانه‌ای یعنی چی؟ یعنی شما در رسانه هم حق نداری به کسی توهین کنی، حق نداری به عقیده‌ای توهین کنی، حق نداری ضد ارزش رو تولید کنی، حق نداری پست‌های مستهجن مطالب ضد ارزشی در رسانه بذاری. چرا؟ چون وقتی شما به یه نفر توهین می‌کنی، در واقع همه نگاه میکنن، همه میبینن، تمام دنیا تأثیرش رو میپذیره. پس توهین به یک نفر، توهین به یک فرهنگ، توهین به همه فرهنگ هاست. توهین به یک نگرش، توهین به همه نگرش هاست. به تازگی چهرهایی به وجود اومدن، چهرهای ضد ارزشی، چهرهای هنری، چهرهای اجتماعی، چهرهای رسانه‌ای هستن که این چهرهای رسانه‌ای خط مرزهای حریم ها رو عبور میکنن، تولید محتوای منفی میکنن، مطالب ضد ارزشی قرار میدن در رسانه و این افراد در واقع میشه گفت تجاوزگران رسانه‌ای هستن. و این تجاوزگران رسانه‌ای خب مشکلات فردی به وجود میاره، مشکلات فرهنگی به وجود میارن، مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی و مشکلات حقوقی به وجود میاره. این چهره های ضد ارزشی چجوری تولید شدن که روز به روزم دارن بیشتر میشن؟ و به تازگی هم یکی از خواننده ها یه کار جنجالی انجام داده که کار ضد ارزشی انجام داده و میشه گفت تو رسانه صداش پیچیده. اینا چطور تولید میشن؟ اینا در واقع از فضای ضد ارزشی و فضای روانی جامعه تولید میشن. این فضای روانی رو ما به وجود میاریم. ما خودمون مطالب ضد ارزشی میذاریم، ما خودمون ارزش ها رو حمایت نمی کنیم، ما خودمون توهین میکنیم، ما خودمون مرز ها رو میشکنیم. مثلا یه نفر رو نگاه میکنی توی اینستاگرام، پیجش فقط داره جوک میگه، فقط جوک های بیمعنی داره میگه، فقط داره از مسائل ظاهری صحبت میکنه. یه شخصی عکس های خصوصی خودش رو انتشار میده بدون هدف، فقط داره بدن نمایی میکنه و عکسای خصوصی خودشو در رسانه انتشار میده. اصلا که چی بشه؟ دلیلش چیه؟ چرا این کارو انجام میدیم؟ وقتی ما مفاهیم ضد ارزش تولید میکنیم، وقتی ما خودمون حریم رسانه‌ای رو رعایت نمیکنیم، این حریم رسانه‌ای رو وقتی رعایت نمیکنیم، تجاوز رسانه‌ای رو خودمون انجام میدیم. وقتی ما یک ملیتی رو مسخره میکنیم، یک جوکی رو میسازیم در رسانه قرار میدیم، در واقع داریم تجاوز رسانه‌ای انجام میدیم، به فرهنگ داریم تجاوز میکنیم. حالا این یک تشکیل فضای فرهنگی میده، یک فضای مسموم ضد ارزشی میده. از دل این فضای ضد ارزشی آدم‌ها و شخصیت‌های ضد ارزشی هم تولید میشن. وقتی آدم‌ها و شخصیت‌های ضد ارزشی رو ما خودمون تولید کردیم، میایم با اینا چجوری برخورد میکنیم؟ بهشون حمله میکنیم. یعنی ما در مقابل افراد ضد ارزشی و در مقابل تجاوزگران رسانه‌ای، وقتی ما میایم به اونها توهین میکنیم، به اونها فحش میدیم، به اونها ناسزا میگیم، در واقع داریم یک تجاوز رو اضافه میکنیم بر تجاوزهای دیگه. یعنی برخورد فرهنگی ما فقط همین باید بشه، فقط باید فحش بدیم، فقط باید توهین کنیم، فقط باید انتقاد کنیم، فقط باید تهدید کنیم، فقط باید فیلتر کنیم. نه، این درست نیست. فیلتر کردن و دیگه بگم توهین کردن و فحش دادن، این کار فرهنگی نیست. این کار چهرهای ضد ارزشی رو بیشتر تولید میکنه، چون اونا معروفتر میشن، اونا معروفتر میشن و پاداش میگیرن از این معروفیتش خودشون. چرا؟ پولدار میشن، تبدیل به یک چهره بین المللی میشن. به قول مولانا میگه اگر تو با بد اگر با بد بد کنی، پس فرق چیست؟ اگر یه نفر آدم ضد ارزشی داره یک پست‌های ضد ارزشی انتشار میده و من برم تو پیجش به اون فحش بدم، به اون توهین کنم، منم مثل اونم، هیچ فرقی نمی‌کنه. الان نگاه می‌کنیم بعضی از مربیان
مربیانی که در زمینه اقتصادی و پولسازی دارن آموزش میدن چیکار دارن میکنن؟ دارن ارزش ها رو تخریب میکنن. بعضیاشون میان خوشبختی و موفقیت رو فقط با پولداری ارتباط میدن، یعنی فقط میان که آقا میخوای خوشبخت بشی، میخوای موفق بشی، فقط به پول برس. خوشبختی یعنی پول، حالا به صورت غیر مستقیم. ویژن ها تو انتخاب کن. ویژن ها چیه؟ فقط ماشین، خونه است، تفریح، پوله. وقتی که مفاهیم سطح پایین تولید میکنیم، وقتی مفاهیم فقط مفاهیم ظاهری، فقط مفاهیم توهین‌آمیز، فقط مفاهیم طنز، فقط مفاهیم تمسخر و مسخره تولید میکنیم، تو رسانه قرار میدیم، خب معلومه همچین آدمایی هم تولید میشن. همچین آدمایی تولید میشن، میافتن جون خود فرهنگ ما، شروع میکنن به تخریب کردن، به خودمون آسیب میزنن. اصلا این یک نوع خودزنی فرهنگیه. در مقابل اینجور افراد باید از روش درمان فرهنگی استفاده کنیم، نه فقط به اینا توهین کنیم. از خودمون شروع کنیم، روی فرهنگ کار کنیم. درمان فرهنگی یک پروسه‌ای داره که در کلیپ بعد خدمتتون عرض می‌کنم. درود بر شما.